شما به اسپیس فارسی گوش می کنید نیما ناظری یک استنداب کمدین ایرانی کانادایی است که ماه گذشته زندگیش را در استرالیا سپری کرده تا به قول خودش برای خود محتوای تنز به دست بیاورد او که یک مهاجر نسل دومی است بخش زیادی از هایش را از تجربه زندگی با خانواده ایرانی به دست میآورد نیماناز در گفتگویی با من نیو صدر از اسپیس فارسی از نحوه تبدیل شدن به یک استنداب کمدین خاطرات ایجاد محتوای کمدی از خانواده ایرانیش و زندگی و تورش در استرالیا میگوید. نیما خیلی ممنونم که امروز اومدی اینجا تو اسپیس فارسی و وقت رو گذاشتی برای ما اول درباره وقت تو استرالیا میدید چند وقت اومدی استرالیا چطور میگذره این مدت؟ مرسی مرسی نیو نیو جون نیو جون <applause> من تقریبا از ژانویه اول اومدیم توی استرالیا میخواستم بیام اینجا تمرین کنم برای تور بعدیم که میخوام دورور دنیا ببرم اومدم اینجا ش... الان ش... هفت ماه شده آره دیگه یه yeah, هفت ماه اومدم که بیام متریل استنداپ کامیدی رو تمرین کنم که بهترش کنم که وقتی برمیگردم تو کانادا و آمریکا صد درصد حاضر باشه so, um, اره این, این همه جا رفتم بریزبین، پرث، ادلید سیدنی الان توی ملبورن شش ماه اینجا زندگی کردیم خی... آره خیلی خیلی خوب بوده سوفار خب متریال استند اپ کمدی تو استرالیا چیاگیرت اومده من من دوست دارم های فامیل و کالچر مثلا راجب کالچر آدمای دیگه جوک کنم یو نو راجب چینیا هندیا ایرانیا همه همه دیگه. مثل راسل پیترز راسل پیترز کمدین معروف از سی you know, <applause> سال توی داره, داره کار <applause> میکنه اون اینسپریشن من هست اون, اون از, از بچگی من اونو خیلی دوست داشتم اونم هم همیشه جوکای راجبه آدم دیگه میکرد من هم میذاره اونطوری میکنم راجبه مامان بابام حرف میزنم و زندگی خودم چیزایی که خیلی چاق بودن حالا یه ذر لاغتر شدن همه چی پس راجبه چیزایی اونطوری راجبه کارچر استرالیا چه جوکایی هست چند تاشون اینجا بهمون میتونی بگی <applause> توی فارسی شاید سخت سختی داشته باشم نه ولی راجع مثلا همین سلنگ سلنگی که مثلا همین استرالیایی که استفاده میکنم که مثلا من توی کانادا به دنیا آمدم منم اینجا آمدم دارم آدم دیگه که اینجا زندگی میکنن حرف میزنن من دارم میگم این داره چی میگه؟ اصلا نمیفهمم دارن چی میگن انقدر غلیزه انقدر غلیز لحجه شونو که حرف میزنن اصلا نمیفهمم بازم ولی you چیزایی که مثلا میگن آه مثلا how are you going مثلا how you going به جای مثلا how are you doing چیزای اونطوری مثلا میگن یعنی چی هاو مای گوینگ مثلا من دارم میام دیگه مثلا اینطوری دارم میام از از قطار اومدم مثلا نه ولی اونا میگن مثلا دارن میخوان بگن آ مثلا چطوری بله به جز لهجه شون و نوع حرف زدنشون اینا خب همیشه در بحث جوک میشه توی کالچر استرالیایی چه چیزی برات جالب بوده که مثلا متفاوته توی کانادا و اینجا جا اینجا خیلی خیلی ریلکسن مثلا یه ذره بیشتر از وقتا کامپر بکنم به نسبت کانادا و آمریکا اینجا زندگی یه ذره بهتره یه ذره خوشحالتر هستن آدما Uh, بیرون میرن زیاد خیلی زیاد uh, um, uh, you know, مثلا باشگاه میریم پر همش همه میدون هر روز هر صبح شب <applause> زور همه دارن میدون همه جا کوالیتی غذا اینجا خیلی بهتره به نسبت کانادا و امریکا کوالیتیش خیلی بهتره یه ذره فرشتر ارگانیک هم چیزای اونطوری uh, ولی وجمایت که اینجا دارن اصلا بخ <applause> اصلا میخوام خودم بزنم انقدر ولی نه نه چه اونطوری خیلی برای من جالبه هم هم هست ولی دیگه آیلند آیلند اینجا دیگه انقدر برعکسن از از همه جایی دیگه تو دنیا پس خیلی خیلی جالب شده چی راجبه کالچر اینجا برات جالب بود که اومدی شوکه شدی یعنی اینجوری بودی که اوم انتظاری رو نداشتم حیوانا حیوانایی که مثلا بعض موقع دارم رانندگی میکنیم توی, بیرون شهر من یه کانگرو داره جای جاده داره همین میپرم همین چه کار میکنه چرا کانگرو اینجاست نه مثلا مار و مثلا سپاید انکبود این چیز اونطوری هست زیاد من به آدمایی که اینجا هستن اینجا به دنیا آمدن اصلا کر نمیکنن میگن نه نه این فقط سپای دون وری دون وری نه دون وری من یه نه هم میگی توی استرالیا که کدوم شهرها اجرا داشتی چطور بوده تا الان خب من با برادرم با هم کار میکنیم اون منجر منه ما تقریبا یه سال و نیم پیش توی تابستون توی, تورنتو تو، تورانتو که اونجا زندگی میکنم یه شو به اسم استوپید پاپ درست کردیم برای فن خودمون که you know, میخوان بیان زنده منو ببینن مثلا ریسن ری همین برای استند اپ کامیدی. این شو این برنامه خیلی جالبه برای اینکه به ای جای توی تئاتر بنی مثلا یه جایی مثلا 500 نفر باشن یا هزار نفر باشن به جاش توی،, توی, اتاق کوچیک یه, یه ونیو کوچیک مثلا سی نفر چهل نفر 50 نفر میان که من متریال متریال استنداپم تمرین کنم جلوی این پنج نفر من یه بیشتر اینتیمیت هست اینتیمیت چجوری میگین توی فارسی صمیمی صمیمی یه <laughs> ذره بیشتر صمیمیه که مثلا آدم هم ف، 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 احساس میکنن که آه داره با من حرف میزنه نه فقط دار... جوکاشو فقط مثلا به همه نمیگه که مثلا پرفورمنس باشه داریم داره که با هم داریم حرف میزنیم پس الان سه تا شو توی ملبورن سولد اوت کردیم دن... دو... تا شو توی سیدنی سولد اوت شد یه دونه توی پرث سه تا توی بریزبن بدم یه دونه توی کرنز داریم توی یه ماه دیگه میریم که اونجا برنامه بذاریم بدم دیگه همین بدم برمیگردیم توی کانادا چطور بوده این اجرا کردن تو کار تو با سوشال میدیا شروع کردی اگه اشتباه نکنم درسته چه فرقی داره اینکه تو میای اپ کمدی انجام میدی من تقریبا نه سال پیش شروع کردم این همین کامیدی از up کامیدی با یوتیوب با هنری هم میکنم منم هنرم هستم الان یه, یه فیلم پارسال فیلم گرفتیم که منم لید رول بازی کردم uh, امسال هم میخواد داره, میاد بیرون من نه سال پیش که شروع کردم میخواستم همه تالنت هم همه اسکیلز uh, توی کامیدی دارم میخواستم نشون بدم به،, به, هر کسی کی که دنیا هست میخواستم همه تلنت هم بذارم که مثلا روی یوتیوب همه منو ببینن بخن، بخندونم مردم و بعدم دوتاشون کمک کردن همدیگر رو برای اینکه من روی You know, میخوام یه فیلم بگم یه کانتنت یه یه یا whatever میخوام روی تلفونم تلفنم فیلم بگرم اون کمک میکنه که بیشتر کانفیدنس داشته باشم روی سن که میرم یه بیشتر آروم تر باشم و راحت تر باشم که مثلا حرف بزنم به جلوی مردم که اونجا دارن منو نگاه میکنم پس اونم برعکس هم درسته وقتی روی سن میرم که دارم استند اپ کامیدی جوک میگم بیشتر کانفیدنس دارم که روی کامرا میخوام فیلم بگیرم یه چیزی یه ذره بهتر پرفورمنس میذارم سو دوتاشون با هم خیلی خوب کار میکنن یه ذره در درباره خودت هم توضیح میدی کجا به دنیا اومدی اگه میشه در درباره خانوادت هم حتا توضیح م... میدی هر کسی که داره این گوش میده الان ببخشید برای فارسیم <laughs> <applause> خیلی بده <applause> فکر میکنی پنجا پنجاست یا چی؟ این که هشتاد بیست هشتاد بیست؟ <تصفيق> <تصفيق> من کسایی که دارن الان گوش میدن توی استرالیا که ایرانی هستن من توی تورانتو و کانادا به دنیا آمدم الان نه سالمه همه فامیلم توی ایران به دنیا آمده به دنیا آمده بدن بدم مامان بابام از ایران اومدن تو کانادا قبل از که من آویسی که من به دنیا اومدم ولی برادر بزرگترم که 6 سال از من بزرگتره اون اونم تو ایران به دنیا اومد درست بعدش اومدن کانادا منو داشتن بعدن دیگه گفتن آ این نیما نیما استوپد میخواد کامیدین باشه بیایم تو کانادا برای براش زندگی خوب بزنیم آه، اه. چطور بود اینکه میخوایی کامیدین به توی خانواده ایرانی یه توضیح میدی آره خب کلا توی کالچر ایرانیا همیشه من جوک میگم مثلا یا انجینیر بد باشی مهندس باید باشین دکتر یا لایر لایر هم میگی توی فارسی وکی. وکیل میدونستم یا بعد مهندس باشین یا بعد دکتر باشین یا بعد وکیل باشین اگه نه پس دیگه تموم اصلا فکرش نکنی هیچ کاری از میخوای بری مکدانالد کار کنی برو مکدانالد کار کن <applause> بلی, ولی ولی وقتی من داشتم از بچگی تا الان و توی مدرسه مدرسه درس میخونم مامان بابام خیلی میخواستن فقط من یه کاری یه کاری کنم که که عشق داشته باشم برای خودم بیشتر از وقتا اصلا خیلی کر نمیکردن که یه کار you know, uh, مختلف میکردن که یا مهندس یا دکتر این چیزای اونطوری ساینس و یا مث نبود فقط میخواستن که ببینن که من واقعا میخوام این کارو کنم اونام هم صد در صد من ساپورت میکردن از اون اول پس خیلی من خوشحالم لاکی هم هستم که از اون اولا, از اون اولا منو پوش کردن که you کارهایی که من میخواستم بکنم بکنم وقتی بچه, بچه بودم این مهمونی داشتیم منم هم همیشه عادت داشتم که ادای مامانم در بیرن. هر وقت میخواستیم بریم توی درایو ثرو مثلا میرفتیم رستوران مامانم توی انگلیسی اوردر میکرد من همیشه میخندیدم بهش اونو همیشه میگفت چرا میخندی خندی سرسده نکن دیگه نیما دارم اوردر میکنم چی میخوای همبرگر میخوای چی میخوای بود بعدم خیلی خنده‌دار بود با اینکه اون داره اوردر میکنه توی رستوران اون ورم آدمایی که داره اوردر میگیره اون خودش از یه کشور دیگه اومده اونم لهجه انگلیسیش هم انگلیسی بده پس از همون اولا وقتی میخام مثلا مهمونی داشتیم همیشه بابا میگفت نمیما برو جلوی همه ادای مامان رو در بیار منم گفتم باشه نو no وا... پرابلم حتما همین الان میرم از اون بچگی بودم منم کاری نمی کردم خیلی کانفیدنس داشتم به فکر میکنین اینکه ادای مامانو در مییاری باعث شد که الان یه کمدین بشی و اینکه خب کی به این نتیجه رسیدی که میتونی کمدی رو به عنوان یک حرفه پروفشن استفاده کنی توی اولین سال دانشگاه بودم داشتم کینیسیالوجی ساینس آناتومی بدن um, uh, درس میخوندم توی یونیورسیتی تورانتو که یدونه بهترین دانشگاه است توی دنیا برای, برای خیلی از پروگرام‌ها um, uh, ها دو سال طول کشید که تازه برسم تو این پروگرام بعد از شیش ماه انقدر دوست نداشته, دوست نداشته بودم این پروگرامو اصلا نمیدونستم میخواستم چی کار کنم توی زندگیم همیشه میگفتم اخ و برم, برم این کلاس و برم این کلاس و این درس رو بخونم اصلا اصلا اینو دوست ندارم آرزوم بود که یه کاری کنم که من خیلی دوست داشته باشم خیلی پشن داشتم براش تا یه روزی ایدن از دوستم که کلاس توی کلاسم بود اون میدونست که من کامیدی زیاد دوست دوست داشته بودم همیشه مکس امینی نگاه میکردم روی یوتیوب ماز جبرانی روی یوتیوب همیشه نگاه میکردم خیلی خوشم اومد از اون دوتا تا همیشه آرزوم بود که اه، من خیلی آرزوم بود که میتونستم می مثل اینا باشم ولی نمیدونستم چه جوری ایدن از دوستم گفتش بیا بریم یه برنامه مثلا زنده مثلا بریم نگاه کنیم من گفتم اوه مثلا اصلا نمیدونستم که این, یه چیزی بود توی, توی 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 شهر رفتیم اونجا ده نفر بودن توی این ونیو که که 500 نفر میتونن بشینن فقط یه ده نفر بودن اینکلود مثلا منو به دوستم با هشت نفر دیگه بعدم این بچه ها دارن میبینیم میرن ریسن دو دقیقه دارن یه جوک میگن که انقدر آشغال بودن ولی نو نو دیگه همیشون بعد یه جایی شروع کنیم ولی اون موقع، همون موقعی که اون تو, اون تو بودیم دارم نگاه میکنم توی،, توی, ذهنم دارم فیلم کنم اوه مای گاد This is amazing. چقدر جالبه این, پسر این پسرا دارن میرن جوک های راجب زندگی خودشون حرف میزن آدم ها رو دارن میخندونن می من،, من همون آن من اون لحظه گفتم او oh, این برای من خوبه این من بعد این کار رو کنم پس همون موقع پرسیدم از یه از کامیدانی که ریستیج بود گفتم این شو چجوری میتونم مثلا با اجرا, اجرا, اجرا بدم بعدم گفتش او این یه, یه،, توی هامبر کالج یه کالج اونجا که پروگرم کامیدی هست همون روز بعدش همین توی دانشگاه بودم اومدم بیرون ازش دراپ اوت کردم اصلا به مامان بابام نگفتم من من میدونستم من صد درصد میدونستم که میخواستم برم کامیدی بکنم پس از همون آن من گفتم این این برای من خوبه اصلا همه دنیا اصلا اومد با هم گفتم آ این برای منه سو so از همون موقع صد درصد رفتم توش و چطور بوده این های جایی بوده که سخت باشه برات بگی اوه چه اشتباهی کردم آره تا همین تا همین موقع هم نه سال بعدش همیشه هست موقع موقعی که توی ذهنم میگم آه چقدر سخت این چقدر سخته ولی تا این،, این, توی این نه سال که دارم کامیدی میکنم هم، خ... همیشه موقعی هست که میگم چقدر سخته ولی چیزایی که میخوام به دست بیارم it's worth it یعنی مثلا توی ذهنم میگم اوکی سخته ولی باید این کارا رو بکنم که که چیزایی که میخوام به دست بیاد من هیچ وقت هیچ وقت نیست که, که بگم اه بذار دیگه نکنم من همین فقط تنها این آپشنم هم همینه من رویام هست که یه روزی معروف باشم خیلی هم پولدار بشم تو این کار نه نه فقط که مثلا نشون بدم که او بیا ببین من, من رو نگاه کن معروف شدم پول در آوردم به اینکه من همه عمرم کارهایی که همیشه میکردم از بچگی تا الان خیلی خوب نبودم توش خیلی قوی نبودم توی, توی همه کارهای دیگه ولی این یه دونه چیز هست که توی،, توی, زندگیم هست که توش قوی هستم پس آرزوم هست که بهترین باشم توش و چقدر فکر می‌کنی این کالچر ایرانی که برها تو خانوادت بوده توی کمدیت هفت به نظر خودت بیشترش بیشترش هست توی کمدین. و اینکه خیلی واقعیه برام من همه عمرم با مامان بابام خیلی نزدیک بودم همیشه هم جوک میکنیم با هم همیشه مثلا ادای مامانم هم در میارم ادای بابا در میارم توی توی ویدیوام می‌بینین که دیگه ادای بابام در میارم یو نو پرشین داد مثلا بابای ایرانی ها مثلا کارایی که که میکنن که خنده دار باشه مثلا میگن آه برو چمنا رو بزن نیما برو این کارا رو بکن یا برو درس بخون ولی من میخوام بگم چطور روزت خوب بود من میگه آره آره برو حالا چمنا بزن <تص> من یعنی چی <تص> چیزا توی دوستا این که خیلی واقعه توی توی زندگی برای شما توی حتما هر،, هر کسی که که ایرانی هست پس دوست دارم راجبه مامانم حرف بزنم که مثلا اینا چیزایی که مثلا مامان ایرانی هم خیلی واقعا زیبان خیلی خیلی آه, خ... ما رو دوست دارن خیلی لوف عشق برای بچه هاشون دارن پ... ولی وقتی مثلا اسوانی میشن یا مثلا داد میزن بهت خیلی خنده میگن میگه مثلا همیشه من آه آه بچه بودم یه ذره چاقتر بودم همیشه میرفتم توی یخچال همه غذا رو در میآوردم میخوردم قبل از شام و همش میگم نیما در یخچال ببند دیگه مگه تو پول میدی برای برق رای چیزایی اونطوری میگم ولی اونها اون چیزا هیچ وقت برای من خنددار نمیشه هیچ وقت برای من هیچ وقت چیزایی اونطوری هیچ وقت خسته نمیشم راجبش حرف بزنم به اینکه هر روز اون, اون چیزها رو میشتم هر روز این حرف با مامان بابام همیشه دارم با, دوستام یا مثلا کازینام هر چیزی من میگم تقریبا 80 درصد متیرلم راجع به فامیلم یا راجع به ایرانی ها چیزای اونطوری هست ولی چیزای دیگه 20 درصد دیگهش راجع به آدم دیگه دوستام یا مثلا شاید دوست دختر داشتم راجع به اون چیزایی حرف میزنم ولی نه خب این تو در واقع مهاجر نفر دوم بود یعنی فکر جنریشن بودی دیگه درست سکند جنریشن ایر، ایران ایران, ایران, ایران توی کانادا آره، آره، آره. آره. و خب این همیشه یه واسه یه سری سخته یعنی کسی که خودش یه چهار دیگه به دنیا اومده مام باباش مثلا از ایران مهاجرت کردن مم. ولی از اون ورم همین مایه کمدی هم میشه دیگه به نظر چقدر این کمدیه کمک میکنه که همین نسل دوم مهاجره کسی که خودشون اینجا به دنیا آمدن ولی مثلا خانوادهشون ایرانی ادب چند با اون شرایط با اون فضایی که خودت میدونی به هر فرق میکنه دیگه تو توی یه کالچر دیگه ای ولی خانوادهت یه کالچر دیگه است. آره من فکر میکنم برای اینکه توی کانادا به دنیا اومدم متریال که من راجبش جوک میکنم خیلی آدمایی که مثل من هستن میتونن ریلیت بکنن جوکایی که, که مثلا راجب ما میگم خیلی از ادمای مثل من هستن که مثلا ایمیگرنت بچه های ایمیگرنت هستن که مامبا باباشون از یه کشور دیگه اومده بودن تو کانادا یا استرالیا میفهمند. میفهمن برای اینکه اونا میگن او oh, مامان بابا منم همینطوری یعنی یا آ، اونام آ، راجب این به من حرف میزنن اینطوری یا مثلا میگن آره منم مامان مامانم اینطوری به من میگه وقتی اینطوری میکنم چیزایی اینطوری میفهمن برای اینکه مامان باباشون یک توی از یک کشور اومده بودن که مثل ایران مثلا شاید زیزر سختتر بوده ولی اومدن کانادا که زندگی من بهتر باشه منم خیلی از اون لحاظ خیلی من خوشبختم از از مامان بابام به اینکه یه زندگی من دادن که نمیتونستم تو ایران داشته باشم ولی چون جوکا چند شده ناراحتم بشن از یه ذره <laughs> اولا آره اون اولای که شروع میکردم آره مامان یه دونه ویدیو من اولین ویدیو که با مامانم کردم کرده بودم توی 2014 بود فیلم کنم یه پرانک بود یعنی پرانک نم توی ایرانی اگر یه, یه ویدیو مثلا یه جوک یه جوک روی مامانم کردم که اون نمیدونست که داشتم چی کار کردم توی ویدیو مامانم رو صدا کردم روی روی ویدیو گفتم مامان بیا یه بعد باید باید حرف بزنن اون میاد میشینه بغل دست من روی تخت من میگم خب من این این امسال این تو این چند ماه شروع کردم که درگ بفروشم ولی جوک داشتم میگم ولی اون فکر که داشتم واقعی میگفتم انقدر اصفانی شد گفته ببین قلبم اصلا اومد بیرون سنم از سینم من گفتم آره دیگه چند ماه میخواستم پول در برم میخواستم برم یه دراغ بفروشم نیم من یک خری من کرم داری این همه زندگی خوب میدیم بهت میخوایی بری این کارا رو کنی میخوایی بری زندان مگه مرض داری نیم ولی بعدش که گفتم بهش نه جوک جوکه مثلا دارم جوک میگم میگم مامان برای ویدیوه میخوام برم یوتیوب بذارم که همه بخندن ازش اونم وقتی میخواستم بذارم روی یوتیوب اون گفتش نیما این 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 کارا اصلا خیلی زشته نمیخوام بذاری من روی یوتیوب این همه آدم بخندن از من مگر من درغکم میخوان از،, از, من بخندن اونم گفتم آره یه ذره هستی دیگه منم درغکم از یه جایی گرفتم این دل آره از اون لحظه یه ذره شاید مامانم به اینکه خیلی مامان ایرانی هم خیلی مثلا نمیخوان نشون بدن که آه چیزای زشت نشون میدی از به آدم دیگه میخوان خیلی پرایوت باشن ولی از همون اولین ویدیویی که گذاشته بودن روی یوتیوب اینقدر کامنت های خوب بود راجب مامانم که شروع کرد که دوست داشته باشه حالا چند سال بعدش که حالا اون مین آدمه که توی بعضی از ویدیوهای من هست الان روی اینستاگرام مامانمه انقدر سوپرستار شده مامانم معروف شده مامانم حالا و اینکه اینقدر دوست دارن ما... عشق مامانم هستن همه آدمایی که منو فالو میکنن روی اینستاگرام میگن او مای گاد مامان انقدر چقدر خنده داره چقدر زیبا چقدر گل مامانت فقط نیما. فقط اومدم برای مامانت اصلا برای اصلا نه نایم... برای تو میخوام مامانتو بیام ببینم حالا کامنت هایی که میخونه حالا مامانم به من داره میگه نیما ببین این چی گفت راجع من او oh مای ببین چقدر من دوست دارن ببین بد گفتم من خنده ها من گفتم نه یادت میاد نه سال پیش وقتی گفتی من نظر حالا اینطوری میگی پس فقط یه ذره طول،, طول،, کشید که مثلا عادت کنن به کارهای من دیگه بعد از یه چند سال که فهمیدن که نیما یه ذره مغزش یه ذره این ورون وره گفتن نه دیگه این, این کارشه میفهمیم پس از همون موقع دیگه شروع کردن که صد درصد ساپورت بکنن گفتم به اینکه میدونن که منو کمک میکنن به اینکه من منو دوست دارن انقدر میخوان که من یه زندگی خوب داشته باشم هم معروف باشم و خوب پول در بیارم و هر کاری که اونا میخوان باید بکنن برام میکنن حالا به اینکه میگن که آه میفهمم به اینکه این نیما رو کمک می. این امید رو کمک میکنن برادرم سو so, آره نمیدونم من فکرم سوال من تمام شد مرسی برای وقتی که برای اسپیس گذاشتی آیا بر سال آخر پیامی چیزی برای ایرانی ای استرالیا داری میخوای چیزی بهشون بگی؟ آره اگه توی پرت زندگی میکنی یا توی کرنز یا سیدنی خیلی خوشبخت، خوشبختم که, که بیاین آره همیشه دوست دارم که آدم ها بیان آم، که بخندن فکر میکنم هر کسی توی, توی این دنیا اسپ... اتفاقا بهتر اسپشلی توی این روزا که انقدر سخت دنیا چیزای بد همیشه داره, داره میاد توی دنیا الان بهترین وقته که بخندی از از خودت از زندگی از چیزای اونطوری پس اگه دوست دارین اگه اگه فارسی من خیلی بد نبود براتون اصبانی نشده خیلی خوشوقتم اگه بیاین شما ببینین مرسی نیما برای وقتی که گذاشتی برای اس پی اس مرسی نیو نیو جان نیو جون لایک شیر کامنت اس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید